فصل هفتم. ای برادران، شما از قوانین اطلاع دارید و می دانید که انسان فقط تا زمانی که زنده است ملزم به اطاعت از قانون است. مثلا یک زن شوهردار تا وقتی شوهرش زنده است قانوناً به او تعلق دارد، اما اگر شوهر او بمیرد دیگر آن زن از قانونی که او را به شوهرش مقید می ساخت آزاد است. از این جهت اگر آن زن در زمان حیات شوهرش با مرد دیگر زندگی کند زناکار خوانده خواهد شد، اما اگر شوهرش بمیرد دیگر این قانون شامل حال او نیست و چنانچه با مرد دیگری ازدواج کند مرتکب زنا نمی شود. ای برادران، شما نیز در همین وضع هستید. شما چون جزی از بدن مسیح هستید نسبت به شریعت مرده اید و اکنون به آن کسی که پس از مرگ زنده شد تعلق دارید تا در نتیجه برای خدا ثمری بیاوریم. زیرا هنگامی که ما گرفتار طبیعت نفسانی بودیم، شهوات گناه که وسیله شریعت برانگیخته شده بود در وجود ما کار میکرد و موجب مرگ ما میشد. اما اکنون از قید شریعت آزاد شده ایم، زیرا نسبت به آنچه که ما را در بردگی نگاه میداشت مرده ایم، تا به نحوی تازه یعنی به وسیله روح القدس خدا را خدمت کنیم، نمانند گذشته که از قوانین نوشته شده اطاعت می‌کردیم. پس چه بگوییم؟ آیا شریعت گناهکار است؟ به هیچ وجه. اگر شریعت نبود من گناه را نمی‌شناختم. مثلا اگر شریعت نگفته بود طمع نکن، من هرگز نمی‌دانستم طمع کردن چیست. گناه با استفاده از این قانون هر نوع طمعکاری در زندگی من پدید آورد، زیرا گناه بدون شریعت مثل جسد بی جان است. خود من زمانی بی خبر از شریعت زنده بودم، اما همین که این حکم شریعت آمد گناه جان تازه‌ای گرفت و من مردم و شریعت که قرار بود به حیات منجر شود در مورد من مرگ به بار آورد. زیرا گناه با استفاده از آن حکم شریعت مرا فریب داده کشت. بنابراین شریعت به خودی خود مقدس است و تمام احکام آن مقدس و عادلانه و نیکوست. آیا مقصود این است که چیزی نیکو موجب مرگ من شد؟ به هیچ وجه. گناه این کار را کرد تا ماهیت واقعی آن آشکار شود. گناه با استفاده از یک چیز نیکو موجب مرگ من شد تا به وسیله این حکم شریعت پستی و شرارت بی حد گناه معلوم گردد. ما می دانیم که شریعت روحانی است، اما من نفسانی هستم و مانند برده‌ای به گناه فروخته شدم. نمی دانم چه کار می کنم، زیرا آنچرا که دلم می خواهد انجام نمی دهم، بلکه برخلاف چیزی را که از آن تنفر دارم به عمل می آورم. وقتی کاری می کنم که نمی خواهم بکنم، این نشان می دهد که من با حقانیت شریعت موافقم. پس در واقع من آن کسی که این عمل را انجام می دهد نیستم، بلکه این گناه است که در من به سر می برد. می دانم که در من، یعنی در طبیعت نفسانی من، جایی برای نیکویی نیست. زیرا اگرچه میل به نیکی کردن در من هست، ولی قدرت انجام آن را ندارم. آن نیکی را که می‌خواهم انجام نمی‌دهم، بلکه کار بدی را که نمی‌خواهم به عمل می‌آورم. اگر کاری را که نمی‌خواهم انجام می‌دهم، دیگر کننده آن کار من نیستم، بلکه گناه است که در من به سر می‌برد. پس به این قاعده کلی پی می‌بریم که هر وقت می خواهم کاری نیکو انجام دهم، فقط شرارت از من سر می زند. باطنن از شریعت خدا لذت می برم، ولی می بینم فرمان دیگری بر بدن من حاکم است که با فرمان حاکم بر ذهن من می جنگد و مرا اسیر فرمان گناه می سازد. یعنی اعضای بدن مرا مطیع خود نموده است. من چه آدم بدبختی هستم. این بدن مرا به سوی مرگ می کشاند. کی می تواند مرا از دست آن آزاد سازد؟ خدا را به وسیله خداوند ما عیسی مسیح شکر می کنم که چنین کاری را کرده است. خلاصه در حالی که طبیعت نفسانی من بنده گناه است، با عقل خود شریعت خدا را بندگی می کنم.